امروز سه‌شنبه است. آقای امیر شورتی برنامه را اداره می‌کنه. سه‌شنبه روز دیدار با یک شخصیت برجسته و بزرگ، آقای دکتر عباس میلانی عزیز، استاد ارشد در دانشگاه استنفورد در رشته علوم سیاسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی. معمولاً سیاست خارجی دیپلماسی زمان ملیح سیاست دیگه، گاهی البته به تهدید هم نزدیک میشه، گاهی تهدید زمخت میشه. در نهایت هدف تامین منافع کشور از طریق سیاسی. در جمهوری اسلامی درست برعکس، این سیاست خارجی یعنی زبان توهم، زبان تهدید، کاری بوده که در این 42 سال صورت گرفته و زبان دشمن تراشی، نیرومندترین زبان دشمن تراشی دیپلماسی جمهوری اسلامی بوده در کل جهان. آقای دکتر عباس میلانی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور که تش دارم. امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر میلانی، قبل از که بپردازیم به اصل قضیه، یعنی برگردیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این در از زمان آغاز حکومت اسلامی تا به امروز، یه نگاهی بکنیم الان به زل دیگری از مصیبت هایی که جمهوری اسلامی در منطقه آفریده. حماس کمر شکست، واقعیت اینه. پریروز آقای علی اکبر اولادی، یعنی باز یکی از کارگزاران دیپلماسی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ما به زودی در قدس شریف نماز جماعت میکنیم به امامت امام خامنه ای. رسانه های جمهوری اسلامی از روز اول که شروع شد موشک باران، او چیزهایی که انتخاب کردن، اصلا بریز روزنامه کیهان، امروز نگاه کنید به روزنامه ها تقریبا همه ساکت شدن، یعنی خبرها دیگه از صفحه اول رفته به صفحات لایی. سراپا گوش. میدونید وقتی سیاست خارجی و در مورد ایران هم سیاست خارجی هم سیاست داخلی بر اساس شعار باشه و نه شعور، حاصل همین میشه، شعارهای خالی که مصالح ایران رو قطعا در نظر نداره، مصالح یک دار دسته‌ای رو در نظر داره که بر ایران مستولی شدن و 42 سال دارن به زور بر این مملکت حکومت میکنن، هر روز کفگیرشون بیشتر به تایید میخوره و هرچی بیشتر به تایید میخوره فشارشون بر مردم ایران بیشتر میشه و بیشتر آمادن که مردم دیگر رو هم در این راه قربانی بکنن. یعنی اصلا ابایی ندارن که الان مثلا به حزب الله دستور بدن که چند تا موشک دیگه حزب الله به سوی اسرائیل پرتاب بکنه و یک حمله عظیمی از طرف اسرائیل به حزب الله به لبنان بشه، لبنان رو داغم بکنه. براشون اصلا مهم نیست، همونطوری که مهم نیست در ایران چه بگذره، اونطوری که مهم نیست در ایران چند صد هزار نفر به کرونا از بین برن. برایشون غزه کاملا وسیله است، وسیله تحریک افکار عمومی، وسیله تحریک اسرائیل، وسیله بزرگ داشت قاسم سلیمانی که عکسشو بذاره شیخ نصرالله کنارش و بگه که بله ما همه اسلحه هامونو از اون گرفتیم، ویرانی که بر سر غزه آمده و اخلالی که در زندگی هم مردم غزه هم مردم اسرائیل کرده. هر دو طرف اینها الان طرف در واقع نوعی جنگ هستن، جنگ نابرابری است. قطعا اسرائیل توانش بسیار بیشتره ولی به هر حال محرک اینها هستن. عامل اصلی دعوا، آغاز اصلی دعوا، سیاست های به گمان من نادرستی بود که جناح دست راست افراطی اسرائیل در اورشلیم داشت اجرا میکرد. برای انتخابات، مسئله انتخاباتی آقای نتانیاهو، بیرون کردن یه عده از خونشون، اون ربطی به این که حماس شروع کنه به تل آویو و به اورشلیم و به شهرها موشک بزنه بدون اینکه فکر کنه، خب اونا که نمیشینن، اونا که دستشون بسته که نیست، و آغاز کردن این آتش رو و حالا بسیاری از خودشون تهمه شدن. بعضی هاشون از شما شنیدم که
رفتن در رفتن مردم بیچاره اونجا گذاشتن خودشون رفتن به قاهره و جمهوری اسلامی کسی مثل ولایتی میاد میگه که ما به زودی در اورشلیم نماز میخونیم به امامت آقای خامنه ای، البته به قول اون امام خامنه ای. بگذاریم از این که اکثریت قریب به اتفاق فلسطینی هایی که مسلمان هستن سنی هستن و حتی اکثر شیعیان خاورمیانه زعامت آقا رو قبول ندارن، ولی آقای ولایتی ایشون رو امیر مؤمنین کرده و این توهم رو دائم دامن میزنه که اسرائیل داغون خواهد شد، اسرائیل ویران خواهد شد، اسرائیل از صحنه محو خواهد شد. اسرائیل جایی نمیره، اسرائیل اونجا مونده. امید من اینه، فکر میکنم تنها راه دراز مدت حل مشکل هم همینه که دو دولت اونجا ایجاد بشه، یه دولت اسرائیل با مرزهای مشخص، یه دولت فلسطین با مرزهای مشخص، با تضمین به این که دائم موشک پراکنی نمیکنن، دائم ادعا نمیکنن که حق دارن مثلا هر کار فعالیت تروریستی بکنن برای اینکه خونه مثلا 70 سال قبلشون رو پس بگیرن. متاسفم خونش رو ازشون گرفتن، ولی الان اومدن اونجا اسرائیل اونجا یک واقعیت موندگار، فلسطین هم مردم فلسطین هم یک واقعیت موندگار اونجا هستن. نمیشه اونها رو در تمام مدت به این شکل نگه داشت. تا پیدا کردن اون راه حل، خب باید سعی کرد رسید به اون راه حل، چون سیاست خارجی دوران شاه رو در موردش صحبت میکردیم، خب این اختلافات در دوران شاه هم بود کمی دیگه، الان حادتر شده، تعداد جنگ ها بیشتر شده، برای اینکه کشوری مثل ایران هست که اینا موشک میده که و بهشون اجازه میده که از این موشک ها استفاده کنن. در دوران شاه تمام تلاش سیاست خارجی شاه به خصوص در دهه 70، در 10 سال آخر، کمک به ایجاد دو دولت مستقل و دولتی که قابل در واقع دوام هستن، این مرزهاشون روشن باشه، حدودشون روشن باشه. شما ببینید چند بار شاه در این مورد صحبت کرد، اردشیر زاهدی در این مورد صحبت کرد، در سازمان ملل در این مورد صحبت کردن، چون پذیرفته بودن یه واقعیتی رو. ایران اول این در کنار ترکیه اولین کشوری است که متوجه شد اسرائیل اونجا آمده و موندگاره، محوش نمیشه کرد، باش روابط عملا روابط دیپلماتیک برقرار کرد از هزار درست بعد از تأسیس دولت اسرائیل و در تمام اون مدت این روابط رو حفظ کرد، تمام اون مدت این روابط رو گسترده کرد، گسترده تر کرد و در این حال روابطش رو با دیگران هم حفظ کرد و دفاع از حق مردم فلسطین برای داشتن یک دولت هم ابایی نداشت. اینها تمام توهمشون از روز اول و توهم ریاکارانشون از روز اول این بود که اسرائیل باید محو بشه. حتما بینندگانتون که در ایران هستن، اونهایی که در اون زمان در ایران بودن یادشون هست، تو جاده ها نقشه میذاشتن تا قزوین 100 کیلومتر تا قدس 2000 کیلومتر، هدف بعدی از اینجا قدسه، درست در همون زمانی که با دولت اسرائیل معامله کردن و اسلحه از دولت اسرائیل خریدن. میگم ریاکاری دقیقا همینطوره، منظورم همینه. اساسش یه توهمه، اساسش یه توهم است که کسانی مثل احمدی نژاد در دوران 8 ساله بارها اون خزعبلات رو تکرار کرد در این کار هولوکاست، در این که اسرائیل رو باید محو کرد. حالا میگه من نگفتم، حالا به قول تذکره تولیا جباران همه به هنگام معزولی بایزید میشن، حالا این هم بایزید شده، ولی اون خزعبلات رو گفتم بر اساس یک توهم. اون وقت الان کسی که داره بهاش رو میده مردم غزه هستن یا مردم نوار غربی هستن که نتونستن در واقع به یک تفاهمی برسن، در درون خودشون اختلاف شد، جهاد اسلامی رو جمهوری اسلامی حمایت کرد، حماس رو انتقاد کرد و همه هم در سر بزنگاه ها به خود اینا پشت کردن. یعنی
همین حماسی که اینها صدها میلیون دلار بهش پول دادن در سر بزنگاه وقتی که سر اسد پیش آمد، اونها رفتن طرف مقابل، چون یه مقداری هم اون زمان از عربستان پول میگرفتن و برای اینکه سر اون چشم خراب نشه سیاست در مقابل ایران گرفتن. یعنی بارها و بارها اینها نشون دادن که به ایران دلبستگی ندارن، حتی به ایران که حتما ندارن. دائم شیخ نصرالله که بزرگترین دریافت کننده پول چندین صد میلیون دلار از ایران پول گرفته، سخنرانیشو برید ببینید، میگه ما از ایران پول نگرفتیم، ما از حکام عرب ایران پول گرفتیم، اینها برادران عرب ما هستن. یه از زمانی که جمهوری اسلامی ایجاد شده رئیسشون همیشه عرب بود. اینها این همه با ایران و ایرانیت مسئله دارن، با این همه اینها انقدر پول رو ریختن اونجا، هر وقت بزنگاهی بوده حماس و بقیه اینها در مقابل اینها وایستادن، حاصلی میشه که بهاش رو، بهای این بیبصیرتی رو، بهای این توهم رو، بهای این شعارهای خطرناک رو که اسرائیل رو باید محو کرد، اسرائیل محو کردنیه، بهای این توهماتی که ولایتی داره که به زودی میره در اورشلیم نماز میخونه، هم ملت ایران میدن و هم ملت فلسطین، کسانی که الان زیر بمباران در نوار غزه هستن. تشکر کنم آقای دکتر میلانی. نقش علی اکبر ولایتی به هر حال در تحولات سیاسی ایران، توی سیاست خارجی، توی این 30 سال اخیر ببیشه خیلی خیلی آشکار بوده، مخصوصا در فلاکت‌های بین‌المللی ایران، اظهار نظرهاش، توهماتی که داشته آقای علی اکبر ولایتی، تخصصی هم در زمین سیاست خارجی داشته، چون پزشک اطفال بوده و زیر چتر حمایتی آیت الله خامنه‌ای قرار میگیره، میشه مشاور سیاست خارجی ایران، در بسیاری از امور هم سیاست هایی که اعمال میشه به وسیله آقای ولایتی یا شکست میخوره، مثلا در مذاکره با آمریکایی ها در منطقه، یا به اصطلاح قفل کردن منافع ایران در کرملین و ایجاد ارتباط با روس ها، اونم به تشویق آقای خام. بفرمایید ببینم نظرتون راجع به شخص علی اکبر ولایتی چیه به عنوان یک از کارگزاران سیاست خارجی. من فکر کنم آقای ولایتی یک انسان میان مایه است که تمام شواهد نشون میده که اگر تخصصی داشته در زمینه همین پزشکی کودکان بوده، نمیدونم چقدر پزشک ماهری بوده، ولی قطعا در سیاست خارجی در مفهوم واقعی یک انسان میان مایه است که بازیچه آقای خامنه است. ببینید همه اینها به گمان من مسئولیت اصلی شکست هایی که امثال ولایتی خوردن، امثال ظریف خوردن، امثال بقیه اون میان مایه هایی که وزیر امور خارجه بودن قبلش، که بعضی هاشون واقعا لعبتی بودن در نادانی و در بیسوادی و بیکفایتی، همه اینها مسئولش خود اینها نیستن، اینها بازیچه هستن. سیاست گذار اصلی آقای خامنه ایست، اوست که مملکت رو کشتی این ایرانی که باید الان در اوج شکوفایی میمود به گل نشونده، به خاطر اینکه تصورش از اداره مملکت تصور استبدادی است، تصورش اینه که در همه مسائل حق دخالت داره، تصورش از آدمهایی که برگزیده برای برگماردن در مهمترین پست های مملکت، ببینید چیه، قالیباف افسد مفسده به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای و با حمایت مستقیم آقای خامنه‌ای شده رئیس قوه مقننه این مملکت، کسی که دزدی‌های خودش، خانوادهش، همسرش، برادرش در مجلس استصوابی نکبت زده خود اینها مطرح شده، به زور آقای خامنه‌ای شده رئیس قوه مقننه. رئیس قوه قضاییه یک کسی مثل آقای رئیسی است، الان کاندید برگزیده آقای خامنه‌ای برای ریاست جمهور و ظاهرا برای رهبر بعدی
خود آقای رئیسی است، کسی که دستش به خون 4000 نفر آلوده است، کسی که الان اگر رئیس جمهور بشه اکثر کشورهای جهان بره ممکنه بازداشتش بکنن، به خاطر اینکه فعالین حقوق بشر، اگر فعالین حقوق بشر ایران جدی باشن، حتما الان و خیلی هاشون هستن، پرونده آقای رئیسی الان در دادگاه ها مطرحه، نقشش مطرحه، یک کسی که هم دست او بوده الان در سوئد در زندانه. رئیسی کجا میتونه خارج از ایران به غیر از روسیه و چین و کره شمالی و شاید عراق، عراقش هم تازه دیگه ممکنه معلوم نباشه، عراقی هم ممکنه تحویلش بدن. اینها همه برگزیده های آقای خامنه ای هستن، او هست که سیاست رو کج گذاشته. مفهوم ولایت فقیه هست که با اساس استقلال و حاکمیت مردم ایران در تضاده. مردم ایرانی که 110 سال پیش انقلاب مشروطه کردن برای اینکه بگن حاکم ما این نه سلطان، الان زیر یوغ یه رژیمی هستن که میگه شما اصلا صغیری، اون وقتم بی خود چیز کردید، اون وقتم باید به آیت الله نوری گوش میکردید. اون پای بست که مملکت رو به اینجا کشونده، متاسفانه از اقتصادش بگیرید تا وضع سیستم بانکیش، تا وضع کروناش، تا وضع قوه مقننش، ببینید این مجلس انقلابی لوایحی که گذر میکردن، وضع جامعه رو ببینید، پدر و مادری که انقدر از بچه به سلوح میارن که بچه رو تیکه تیکه میکنن و میندازن، پدری رو ببینید که دخترش رو با داس میکشه، برادرزاده و عمو و پسر رو نمیدونم، هر شخصیتی رو بگیرید که یه نفر رو به جرم همجنسبازی میبرن در خیابون تیکه تیکه میکنن، در لخ تیکه میکنن، چقدر از این اتفاقات داره در مملکت میفته. تازه اینهایی است که میاد به سطح بالا، چقدر در روستاها از این کشتارها میشه، از این فشارها بر زنها میاد، بر جوانها میاد. یک چنین مملکتی به قول دوستم میگفت مثل این که همه دیوانه شدن، میترسم مثلا از خیابون، از خونه خودمون بریم بیرون. اینها حاصل 42 سال بی‌بصیرتی است، 42 سال حکومت به زوره، 42 سال حکومت بر اساس اوهامه، بر اساس این توهم که چون من حدیث بردم و حدیث مدعی که رفتار پیغمبر رو در مدینه 1400 سال پیش توضیح دقیق میده، بگذاریم از تعداد احادیثی که خودشون میگن کذابین چاپ درست کردن، چون من اون رو بلدم امروز باید بر مردم ایران حکومت بکنم، امروز حق دارم به زنان ایران بگم شما نمیتونید در بخش اعظم مقام ها شرکت بکنید، لباستون رو من براتون تعیین میکنم، علاقه جنسیتون رو من براتون تعیین میکنم، سلوکتون رو با بچهتون من براتون تعیین میکنم. چی کاره هستید شما؟ ایران مملکتی است که میگم 120 سال پیش انقلاب مشروطه داشته، جنبش تنباکو داشته، زنان ایران زنایی هستن که 150 سال پیش قرة‌العین داشتن، از همه روحانیان اون زمان باهوشتر بوده، با فضلتر بوده، از طریق شنیدن با هر کدومشون میتونسته مجادله و مباحثه بکنه. به این زنها شما میخواید الان زور بگی؟ خب نمیشه. حاصل همین میشه که شده یه جامعه به بن‌بست خورده، یه جامعه به خشونت کشیده شده، یه جامعه مستعصل، یه جامعه عصبانی، چند میلیون معتاد، چند به قول خودشون 30% 25% مردم رسما دچار افسردگی هستن. این چه وضعیه درست کردن برای ایران؟ تشکر. آقای دکتر میلانی، میگن اگه میخواید ببینید زیر پوست یک جامعه چه میگذره درباره شما و سرزمین شما، کافیست به کتابهای درسی شما مراجعه بکنید. خب کتابهای درسی در عراق، اگر کتابهایی که برای بچه ها نوشته میشد، خب در اونجا دیدگاه هایی که مطرح میشد علیه ما بود، علیه شیعیان علی الاصول، به ویژه ایرانی ها. یا در دوره حافظ اسد، کتاب های درسی دوره حافظ اسد اسناد به نظر فوق العاده است. نگاه دولت دمشق بوده نسبت به ما ایرانی ها، نسبت به حکومتی که در ایران بوده،
همینطور همین وضعیت در مصر بوده، البته به میزان زیادی خیلی کمتر، و بر بقیه کشورها. خب اینا دشمنان ایران محسوب میشن، کسانی که اصلا روابط خوبی هم با ایران نداشتن. بدترین جمال عبد الناصر بوده، عرب الخلیج و جنوب و علی کل عربی یهاب المستعمرون قرار، این شعار آقای جمال عبد الناصر بوده علیه ما. اولین چیزی که تخم لق خلیج رو شکست آقای عبد الناصر بود، یعنی برای اولین بار خلیج فارس به عنوان خلیج معرفی میشد. این کشورها بعدها تبدیل شده، مثلا مصر تبدیل شده که دوستان و متحدان ایران در دوره انور و سادات، عراق به همین ترتیب. حافظ اسد که اصلا جرأت نمی کرد در مقام تعرض به ایران بر بیاد، سعی می کرد که مناسبات حفظ کنه علیرغم همه دشمنی هایی که به ایران داشت. شیعیان لبنان که روابط خیلی حسنه با ایران داشتن در دوره امام موسی صدر، همه اینا تبدیل دشمن شدن. و به نظرم نشون دهنده این سیاست توهم جمهوری اسلامی است. به ما بفرمایید ببینم که این دوره شاه مثلا مناسبات ما با فلسطینی ها، مناسبات ما با کشورهای منطقه که به نظرم خیلی در نهایت ظرافت هم این سیاست ها پیش میرن. برخی از دولت های خاورمیانه سیاست های تکبعدی داشتن، سیاسفید بود. در ایران به نظر میرسه که شاه دنبال سیاست خاکستری میگشت. بفرمایید. به نظر من کاملا در مورد فلسطین مثلا به طور مشخص نگاه بکنید، ببینید اون زمان خب نیروهای اسلامی در جریانات فلسطین قدرتی نداشتن دیگه. اون وقت بیشتر الفتح بود و یاسر عرفات بود و حبش بود و این روحای یا ملیگرای فلسطین یا چپ فلسطین بودن. نیروهای اسلامی بعد از ایجاد جمهوری اسلامی در واقع شروع کردن پا گرفتن از تو در میان فلسطینی ها. ولی در اون زمان سازمان الفتح یکی از مراکز اصلی تعلیم چریک های ایران بود، چه مجاهدین خلق رو بگیرید، چه فدایان خلق رو بگیرید، چه گروه پاک نژاد رو بگیرید که اصلا معروف بودن به گروه فلسطین. خارج می شدن از ایران، از طریق عراق می رفتن یا از طریق لبنان می رفتن با فلسطین تماس می گرفتن، اونجا می رفتن تمرین فعالیت های چریکی می دن. ناصر رو اشاره کردیم، وقتی که اوائل 1963 شریعتی میاد اروپا، اینا تصمیم می گیرن شریعتی و چمران و چند تا دیگه از این گروه های از این شخصیت های مذهبی که در واقع میخواستن فعالیت چریکی بکنن، تصمیم میگیرن که برن تمرین چریکی ببینن. و با وساطت ظاهرا تیمسار بختیار در اون زمان با ناصر تماس میگیرن و قرار برن در مصر، مصر همون ناصری که شما گفتید، تمرین چریکی بکنن. شریعتی جا میزنه نمیره، بقیه هم تصمیم میگیرن نرن، بالاخره از طریق فلسطین میرن. در همین زمان شاه با فلسطینیا در اواخر دهه 60 با همین یاسر عرفات تماس میگیره و به اونها پیشنهاد کمک میده و دو فقره چک در اون زمان برای یاسر عرفات میفرسته. این اولین اسناد از مجموعه اسناد شگفت انگیز اردشیر زاهدی بود که من داد، من رفت دودم برایش مصاحبه بکنم، یه پوشه بهم داد، من داشتم میرفتم اتاق هتل، گفت اینا رو نگاه کن فردا با هم صحبت میکنیم. من رفتم هتل باز کردم دیدم دو فقره چکه از طرف بانک ایران، بانک وابسته به سوئیس، به یاسر عرفات، نامه یاسر عرفات به شاه ایران در اون زمان که یا اخی خیلی متشکرم به ما کمک کردید. در اون زمان اگه نگاه بکنید فلسطینی ها در خیلی از جاها فعالیت های تروریستی میکردن، هواپیما ربایی میکردن، هم از این طریق با فلسطینی ها شاه رابطه داشت و هم یکی از مهمترین حامیان اردن بود. وقتی همین فلسطینی ها در اون ماجرای جمعه سیاه سعی کردن پادشاه اردن رو از کار بندازن دیگه، یعنی اونها بودن که ارتش اردن رو به اردوگاه های فلسطین اجازه ورود ندادن،
پادشاه اردن هم گفت شما اینجا مهمان ما هستید، سرور ما که نیستید. و اون جنگ درگیر شد و اون کشتار شد. شاه هم از اردن، از پادشاه اردن دفاع کرد. شاید مهمترین مدافع پادشاه اردن، شاید از عربستان پول بیشتری میگرفت، ارقام دقیقش هم بدونم، ولی هر وقت نیازی به کمک داشت میامد به ایران و از شاه کمک میگرفت. رابطه خیلی نزدیکی با حسین داشت، خیلی رابطه نزدیکی داشت، ولی در این حال با فلسطینی هم رابطه داشت، با اونها هم سعی میکرد اونها هم از جرگه کسانی که قد داره براش از رو بستن ببنده. و اطلاع دقیق هم داشت که اینا داشتن چیکار هم تمرین میدادن، یعنی سواک به اون اندازه اشراف داشت دیگه که بدون اینا دارن چیکار میکنن. همین رابطه رو با عراق داشت. خب ببینید، اینهایی که الان در ایران نشستن همه میگن چرا شما، چرا اپوزیسیون از عربستان پول میگیره، تلویزیون درست میکنه، رادیو درست میکنه، مگه خود آقای خمینی در عراق نبودن؟ مگه نماینده خودشون از رادیو عراق دائم علیه شاه فعالیت نمیکرد؟ مگه مجاهدین، مگه چپی ها، مگه کنفدراسیون، مگه جبهه ملی در عراق پایگاه نداشتن علیه تبلیغاتی؟ عراق بهشون اجازه فعالیت سیاسی اونجوری نمیداد، اجازه نمیداد پایگاه درست کنن برن، برای اینکه میترسید از دولت شاه. میدونست که شاه اونجا، ساواک اونجا نفوذ داره، ولی اینا اون زمان این کارا رو میکردن. با این حال شاه در این که همه این مسائل رو میدونست و کلی در اونجا نفوذ داشت، به طوری که بالاخره بختیار رو عوامل ساواک رفتن اونجا کشتن دیگه، بختیاری که مورد حمایت مستقیم صدام بود. اینا اون اطلاعات رو داشتن، ولی در این حال هم باش مذاکره کردن و هم اونقدر قدرت نمایی کردن که قرارداد 1975 رو امضا کردن و امتیازهای این عملا هرچی که ایران میخواست در 1975 صدام چاره جز پذیرش نداشت. در سه جزیره، در ماجرای سه جزیره، به هر حال ایران سه جزیره رو که تمام شواهد تاریخی نشون میده بخشی از ایران بوده، ولی گرفت، با قاطعیت گرفت. و در اون زمان کشورهای عربی اگر هم مخالفتی داشتن که داشتن، زمزمه میکردن اون که بیان به طور مستقیم با ایران جدال بکنن نبود. و بقیه کشورها که وقتی نگاه میکنید واقعا نمیتونه، حتی مثلا آلمان شرقی، آلمان شرقی تمام فعالیت های رهبری حزب توده در آلمان شرقی بود. اینا اومدن تصمیم گرفتن با آلمان شرقی رابطه برقرار کنن. همین اینکه وسوسه این رابطه برقرار شدن رو مطرح کردن، اونا شروع کردن حزب توده از آلمان شرقی خارج کردن، براشون جاهای دیگه پیدا کردن که برید اگر شاه بخواد بیاد اینجا، یا ما بخواییم مناسبات اون عادی بکنیم، حضور مرکزیت حزب توده در اینجا مناسب نیست. کدوم کشوری الان با اینها، کشوری که حقوق بگیر اینها نباشه، نه کشور مثل حتی اسد هم نگاه بکنید که بقاش تا حد زیادی به خاطر خونه ایرانی هاییست که اونجا ریخته شده، افغانی هاییست که به پول ایران به اونجا رفتن، لبنانی هاییست که به پول ایران رفتن اونجا، حتی او رابطهش رو با اینا نگاه بکنید، رابطه کاملا فرصت طلبانه. عراق ببینید چقدر الان عراق بیشتر و بیشتر داره با اینها فاصله پیدا میکنه، برای اینکه سیاستشون واقعا بر اساس مصلحت دراز مدت ایران نیست، سیاستشون بر اساس مصلحت کوتاه مدت فرقه ای خودشون. تشکر. آقای شما میدونید اون زمان در فضایی که فضای وحشتناک بود، اون زمان اسلامیست‌ها خیلی فعال بودن در تمام منطقه و چطور موفق شد به اسرائیل نزدیک بشه، در حالی که هم میدونیم رد شدن از این گذرگاه مثل عبور از یه منطقه مینگذاری شده بود، ولی تنها کشور منطقه بود در بین همه کشورها که موفق شد که روابط خیلی متعادل و متوازنی با اسرائیل داشته باشه.
من فکر کنم اگر ترکیه رو در منطقه حساب بکنی، ترکیه هم روابط خیلی گسترده‌ای داشت. یعنی ایران و ترکیه هر دو روابط خیلی گسترده داشتن. برای اینکه شاه به نظر من دوباره نگاهش به نگاه دراز مدت منافع ایران بود. همونطوری که گفتید، از اول باری که من در اسناد دیدم، من بر اساس افواهیات نمیگم، بر اساس اسناد، اول بار که شاه شکایت میکنه که ناصر داره در اینجا در مورد خلیج فارس، در مورد اعراب تحریک میکنه، 1955. از 1955 آمریکا و انگلیس هر دو میگن شاه، واژه‌ای که استفاده میکنن، اوبسست با ناصر، تمام فعالیتش رو داره رصد میکنه. خب دشمن عمده ناصر در اون زمان برای این کارهایی که در منطقه میکرد اسرائیل بود. درست در همون زمانی که ناصر اولین خزعبلات در مورد خلیج عربی و فلان رو مطرح کرد، ایران شروع کرد به اسرائیل نفت به تخفیف فروختن. 1955 شروع میکنه ایران روابط رو از روز اول داشتن، روابط در واقع اقتصادی شناسایی دفکتو، سفارت اسرائیل داشت ولی اسمش رو میذاشتن مرکز دفاع از منافع اقتصادی. دوباره تو تمام اسناد انگلیس و آمریکا میشه دید که از روز اول سفارت آمریکا و انگلیس میگفتن اینجا سفارت اسرائیل در ایرانه، اسمش چیز دیگه است ولی اون کسی که اونجا هست در واقع در حد سفیر اختیار داره. و اسرائیل هم آدمایی رو میفرستاد اونجا که آدمای خیلی مهمش بودن. لبرانی رو فرستاد که بعد از سفارت در ایران شد در واقع کنترل کننده تمام لبنان وقتی که اسرائیل رفتن لبنان رو اشغال کردن، یکی از مهمترین شخصیت های خاورمیانه‌شون بود. از همون زمان شاه متوجه شد که اسرائیل نه تنها باید به رسمیتش بشناسه و به رسمیتش شناخته، با هم منافع مشترک دارن در مقابل با ناسیونالیسم افراطی عرب که داره توی ایران شیطنت میکنه، تو عربستان، تو یمن، بعدن تو زفار. از 1956-57 با اسرائیل یه مرکز تبلیغاتی مشترک در اهواز درست کردن برای تبلیغ به زبان عربی. مستشارای اسرائیلی کار میکردن، مستشارای کسانی از طرف ساواک کار میکردن برای اینکه مقابله بکنن با اون خطری که وجود داشت. برای ایران اون خطر خطر جدی بود. بعد شروع کردن گسترش فعالیت های اقتصادی. فقط هم دوباره شاه در این زمینه نبود که متوجه بود که اگر بخوان در بعضی زمینه ها کارهای درست حسابی در ایران بکنن از اسرائیل میشه کمک فنی گرفت. بعضی از کسانی که این رژیم الان سنگشو به سینه میزنه مثل آل احمد، ببینید وقتی که آل احمد رفت اسرائیل در اون زمان به دعوت دولت اسرائیل و برگشت چه گزارشی نوشت از وضعی که در اسرائیل داشت. فقط او نبود، دیگران هم رفتن، ملکی هم رفت، ابراهیم گلستان هم رفت و بعد ارسنجانی که تمام فعالیت های اقتصادی اصلاحات ارضی بود، ارسنجانی شروع میکنه شرکت های مشترک کشاورزی زدن، اسرائیلی ها وارد فعالیت های اقتصادی میشن. یعنی فقط این نبود که شاه متوجه بود که اونا نگاه استراتژیکش مخالفت با مصر. به علاوه یه واقعیتی است، ببینید هیچ کشور مسلمانی تا اونجایی که من میدونم روابطی به حسنگی ایران با یهودیاش نداشته. 2500 ساله یهودی در ایران زندگی کردن. هیچ قومی به اندازه ایرانی ها در کتاب مقدس مورد تقدیر قرار نگرفتن. پس یه اشتراک که دراز مدت با قوم یهود ما داریم بی خود نیست که همیشه تعداد یهودیانی که در ایران زندگی کردن از همه کشورهای مسلمان بیشتر بوده. اون یه پایه وحد
وحدت استراتژیک هم هست دیگه، یعنی هم وحدت ژئوپلیتیکش بود، هم وحدت تاریخی با قوم یهود بود و بر اساس اون کار کرد. و وقتی هم که اختلاف داشت گفتم، میگفت باید سرزمین‌های اشغالی رو پس بدیم، نمیشه اینجوری، بارها و بارها گفته. اون سیاست منافع استراتژیک ایران رو در نظر داره، این سیاستی که اسرائیل از بین میره و سرطان و به زودی آقای خامنه‌ای میره اونجا نماز جمعه میخونه، این بر اساس اوهامه. آجا چون میدانیم مثل همیشه خیلی خیلی بهره گرفتیم از سخنان شما، سپاسگزارم از حضورتون، تا گفتگوی دیگر ممنونم ازتون. شما چه